در ادامه امروز می خواهیم یک از چهره های تاثیرگذار در جنگ اول افغان انگلیس را برای شما با معرفی بگیریم. و این شخص شخصی است به نام موهن لال. موهن لال که معمولا به نام موهن لال کشمیری مسمی بود، یک سیاستمدار و نویسنده هندی متولد سال 1812 میلادی در یک خانواده کشمیری پندیت ها چشم به جهان گشود. او نقش برجسته ای را در جنگ اول افغان انگلیس که از سال 1838 میلادی الا 1842 رخ داده بود بازی میکرد. به طور مثال او در زمان تجاوز انگلیس ها به افغانستان راپور از ضعیف بودن یک دیوار قلعه جنگی را داد که بعدا توسط جنرال هنری دیورند انفجار داده شد و به این سلسله موافقت انگلیس ها را قطعی میکرد. و در کلان موهن لال، پاندیتمانی یکی از مقام های عالی رتبه در محکمه مغول در دوران سلطنت شاه عالم دوم بود. یکی از آثار معروف موهن لال در مورد زندگی نامه امیر دوست محمد خان می باشد که از او به جا مانده است. موهن لال در زمان ماموریت خود با انگلیس ها کارهای فوق العاده دیگری را نیز انجام داده بود. اداره استخباراتی بریتانیا موهن لال را برای این کار استخدام کرده بود تا الکساندر برنس را همراهی کند. و موهن لال در این زمان فقط 19 سال داشت. او از بخش انگلیسی پوهنتون دهلی به درجه اول فارغ گردیده و یکی از اولین باشنده های کشمیری است که به طور مسلکی انگلیسی را آموخته بود. نامبرده بسیار به سرعت درس های استخباراتی را می آموخت که این هوش و ذکاوت او سبب شده بود چارلز تریلیون مشوره انتخاب او را به صفت همراه الکساندر برنس بدهد، که بعدا او در جریان جنگ اول افغان و انگلیس و حیث مشاور سیاسی برنس و نماینده بازرگانی انگلیس ها در کابل ایفای وظیفه کرد. و مثل الکساندر برنس او کسی بود که از جنگ خونین افغان و انگلیس در سال 1841 زنده براید. در این وقت او در منزل یکی از تجار پناه برده بود و راپور این جنگ را به کلکته می فرستاد که شامل انتقادهای قوی و منسجمی او در مورد رویه افسران بریتانیایی مخصوصا مکناتن و الفنستین بود را شامل می شد. زمانی که در کابل رسید بسیار به زیرکی نامی میرزا قلی کشمیری را برای خود برگزید. وی می خواست تا از رازهای بزرگ این کشور خود را آگاه سازد، که به نظر وی این کار از طریق عقد نکاح با دختران مقامات بلندپایه این کشور ممکن بود. شاید روی همین دلیل بود که سلسله ازدواج‌های او تا جاهای زیادی در آسیای میانه، فارس، کابل و اینکه به خانم 17مش در دهلی نو به نام حیدری بیگم ملاقات کرد. او فارسی را در دهلی آموخته و بعداً به کشورهای فارسی زبان مسلمان نشین به خاطر جمع‌آوری معلومات مهم برای انگلیس ها سفر نمود، که در جریان جنگ اول افغان انگلیس او یک نقش حیاتی را در گسترش شبکه استخباراتی بریتانیای وقت داشت. همچنان گفته می شود که او در رابطه با تنظیم ترور و مسموم ساختن میر مسجد خان، یکی از رهبران مقاومت علیه انگلیس ها در زمان محمد وزیر اکبر خان، دست مستقیم داشت. همچنان نقش عمده در رابطه با آزادسازی زندانیان بریتانیایی که در بامیان گروگان بودند را داشت. بعداً او کوشش نمود که در این وضعیت نابسامان بین افغان‌ها و بریتانیایی‌ها صلح را به میان بیاورد. بعد از این جنگ موهن لال برای ماموریت‌های بیشترش توسط انگلیس‌ها به اروپا و نقاط دیگری از جهان فرستاده شد، که بالاخره در سال 1877 میلادی در دهلی وفات نمود.